آیا دکتر از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه زنده امشب ما با موضوع مشروطیت و ملی‌گرایی حضور پیدا کردید. جناب آقای دکتر رامین کامران، دکتر جامعه شناسی و تحصیل کرده در فرانسه و همچنین تحصیلات فلسفه در فرانسه و مدرس دانشگاه های فرانسه، از همکاران زنده یاد دکتر بختیار و همکار سایت ایران لیبرال که عمده نوشته های ایشون در این سایت موجود میشه. بازم آقای دکتر از شما بسیار سپاسگزارم که حضور پیدا کرد. امروز 14 مرداد ماه هست و مصادف با سال روز امضای فرمان مشروطیت که در سال 1285 هجری شمسی صورت و میشه در واقع جنبش مشروطیت رو مجموعه ای از کوشش ها و مبارزات و رویدادهایی بدونیم که نهایتا در دوره مظفرالدین شاه و سپس در دوره محمد علی شاه قاجار برای مهار قدرت و تشکیل مجلس شورای ملی به سرانجام رسید. مشروطیت زمینه تحول بزرگی رو در گستری ملی ایران ایجاد کرد و در ساحت‌های مختلف مثل جمله سیاست، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه در قانون. در واقع میشه گفت مشروطیت رو شاید بشه نشانی از شکل‌گیری یک گفتمانی دانست که ضرورت تاریخی این گفتمان شکل گرفت و در واقع روشنفکران و اندیشورزان ایرانی از پیش قراولان این گفتمان بودن. خدمت شما رسیدیم جناب دکتر که در این خصوص صحبتی بفرمایید. همونطور که میدونید از وجوه بارز شاید جنبش مشروطیت یا نهضت مشروطه رو ملی‌گرایی بدونید، ملی‌گرایی قلمداد کنید. حالا سوال اولم از شما اینه که چطور میشه نمود ملی‌گرایی رو در مشروطیت نشون داد و نقش روشنفکران رو در واقع ایجاد این گفتمان تشریح کرد و توضیح داد؟ اول خدمت خودتون و بینندگان و شنوندگان سلام عرض میکنم. به خیلی خوشحالم از اینکه این وسیله ارتباطی فراهم شده تا با جوانان ملی داخل کشور ما بتونیم مرتبط بشیم. این است. از دعوتتونم بسیار ممنونم. خواهش. در مورد مشروطیت و ملی‌گرایی که گفتید، ببینید یه نکته که از مشروطیت در اینجا باب شد و هنوز راجعش صحبته، این مسئله است که تعریف ایران به عنوان نه فقط کشور که ملت، چون قبلش که ممالک محروسه بود و در حقیقت ساختار امپراتوری داشت، ولی و این بسیار بسیار مهمه، برخلاف بسیاری امپراتوری های دیگه این اجزایش انقدر با تاریخ ورز داده شده بود که در حقیقت همبستگیشون به هم دیگه، شباهتشون به هم دیگه و مهمتر از همه این احساس همبستگی و اعتقاد به اینکه یه واحد جامعی رو تشکیل میدن که اسمش ایرانه بسیار پیش رفته بود. بنابراین مرز بین امپراتوری و ملت اینجا خیلی روشن نبود. با مشروطیت رسما صحبت ملت در میان آمد. چرا؟ به خاطر اینکه گردبرداری از اروپا بود. وقتی شما به اروپا نگاه میکنید، به تاریخ اروپای مدرن نگاه میکنید، این برآمدن ملت هاست بعد از اون خیلی قدیم البته فروپاشی امپراتوری روم و بعد از دوران قرون وسطا که به اصطلاح اقتدار سیاسی بسیار پراکنده بود، دوران فئودالیته اگه بخواید بگیم. خب بعد این ملت ها از این میان بیرون آمدن و شکل گرفتن. ما در وهله اول تصور نمی کنم نظرمون به این بود که بخوایم اسم خودمون ملت بگذاریم، چون مسئله نبود برای ایرانی ها. می نوزن این چیز به اسم ایران، حوزش اینه، سابقش اونه، ما ایرانی هستیم. حالا اسمش ملت یا نه اهمیت چندانی نداشت، یعنی موضوع دعوا نبود. مسئله سر این بود که اینا آمدن و گفتن که ما میخوایم نظام کشورداری رو عوض بکنیم. چگونه؟ مال با کارآمد نیست، شکست خورده و تا اون موقع 100 ساله که از طرف قدرت‌های بزرگ و به خصوص دو قدرت بزرگ روسیه و انگلیس تحت فشار این 1000 امتیاز ازمون گرفتن. خلاصه اینکه به عیان می‌بینیم که اروپایی‌ها در درجه اول، غربی‌ها اونا بودن دیگه، توجه چندانی به امریکا که نبود. برعکس امریکا هم خودشه که به سری قلمه‌ایه که از اروپا رفتن در این خاک جدیدی زدن. ریشه‌اش اونجاست. بنابراین باید ببینیم اینا چه کردن که اینطور از ما جلو افتادن. خیلی ساده، ما باید بریم دنبال اینا.
اونا که سفر میکردن، فکر میکردن، رفتن، خوندن، گشتن، اینا آخر رسیدن به این نتیجه. چون بله اول کار البته توجه به تکنیک غربی بود، چون نظر نظامی ایران تحت فشار بود، میگفتن تکنیک اینا رو بگیری. بعد به این نتیجه رسیدن که تکنیک مثل تکنیک قدیم نیست که فقط یاد بگیری بکنی، علم پشتشه، یعنی یه کار تئوریک عمده که یک جهانبینی جدید یافت. رفتن دنبال علم، بعد در نهایت به اینکه آقا ما چجوری بخوام درست بکنیم واسه مملکتمون نظام سیاسی. خب نظام سیاسی رو از اینها تقلید کردن و در اون میان اون نظام سیاسی در اروپا به عنوان یه مجموعه، در یه مجموعه کار میکنه که بهش میگن دولت ملت. خب وقتی که این نظام رو شما خواستی، طبیعیه که این مثلا پیش میاد که ما هم ملتی. نوشتهایی در این باب نوشته شد، پراکنده شد، منتشر شد، تحقیقاتی انجام شد. حرفایی که زدن کلا چی بود؟ یکی بازگشت به ایران قدیم بود، یعنی تمام گذشته ایران رو در نظر گرفتن و به هیچ وجه به یه بخشش به خاطر اسلام امتیاز خاص ندادن. این یکیش بود. و بعد هم اون پروژه ملت سازی که در تمام اروپا بوده، یعنی در بهترین نمونه ملت، کلاسیک ترین نمونه ملت که فرانسه است، به طرز قاطع میبینید اون چیه؟ اون ملت سازی، اون یک دست کردن واحد سیاسیه، اون جامعه‌ای که در خودش جا داده، مردمی که در خودش جا داده، برای اینکه هرچی بیشتر به هم شبیه بشن و استحکام ملت اینطوری بره بالا. این پروژه هم در ایران انجام شد. اون موقع حرفش بود در دوره رضاشاهی، حالا به ترتیبات دیگری، ولی نکته اصلی این بود. یکیش مسئله زبان آموزی همگانی، سواد همگانی، چون در نظام قدیم ایرانی معنی نداشت. هر که زبان خودش حرف می‌زد، زبان محلی داشتن، یه زبان دولتی داشتید و فرهنگی که فارسی بود. هر که می‌خواد سر تو سر در بیاره، چیزی بخونه، چیزی بفهمه، حرف عمده‌ای بزنه، خب فارسی بود دیگه. نه فقط در ایران، بسیار دورتر از ایران. خب ولی اینکه همه بیان سر کلاس بشن یاد بگیرن در نظام قدیم ایران معنی نداشت، به عنوان پروژه سیاسی یا پروژه ایدئولوژیک معنی نداشت. رعایای شاه بودن، حرفشون گوش می‌کردن، اونجا بودن دیگه. تمام این کارا انجام شد، این مسئله ملت. ولی این نکته بسیار مهم رو باید روشن گوش گذاشت که از ابتدا ببینید این طوری که فکر ملت به ایران آمده و این کلمه ملت به ایران اطلاق شده، برخواسته از تغییر نظام سیاسی بوده و نکته مهم اینه که یعنی با فکر آزادی و دموکراسی آمده به ایران. این خیلی خیلی مهمه که ریشش که آمده به اینجا، نطفش که بسته شده، این فکر با فکر آزادی بوده. این خیلی خیلی اهمیت داره از نظر تاریخی که ما ببینیم وقتی میگیم ملی گرایی و به خصوص به مشروطیت رجوع میدیم، مشروطیت حرف اصلیش قانون اساسیه دیگه، مجلسه. اینا همه اجزای دیگری که در کنارش قرار گرفته تقویتش میکنه، مکملش، ولی هسته مرکزیش آزادیه و فکر نظام پارلمانی و اینا. این نکته به نظر من بسیار بسیار مهمه، به خصوص که گاهی اوقات با به کاربرد نابجای ناسیونالیسم بعضیا به این اهمیت ملت و به این ملتگرایی، به این ملت خواهی، به این ملت دوستی یه نسبت های میدن که بسیار بیجاست. بله جناب دکتر، خیلی ها میان در واقع مشروطه رو مترادف با نظام پادشاهی میدونن و در واقع یه جور مهار قدرت پادشاهی میدونن. آیا واقعا مشروطه چنین معنی داره یا نه مشروطه فراتر از این معنی هست و اصلا خارج از نهاد پادشاهی؟ 100%. ببینید ما اینا که از اون موقع پدران ما که رفتن ببینن اروپا که آقا اینا چجوری دارن زندگی میکنن و این نظام سیاسی چی ما باید برداریم بیاریم دیگه، خیلی ساده و خیلی جدی رفتن که یاد بگیرن بیارن و آوردن. چه که کشورهای در وهله اول در نظر شد، اولا تقریبا تمام اروپا اون دوره پادشاهی بود، تقریبا تمام به جز فرانسه. ولی در این حال از اونجایی که برای همه لیبرال ها از ابتدای کار انگلستان همیشه سرمشق بود، برای لیبرال ایرانی هم سرمشق بود، چون مشروطه بود و پادشاه هم بود و آزادی هم بود و بچه برای تمام اروپای بری سرمشق بود دیگه انگلستان. ولی قرن 19 قرن آزادی خواهیه که سمبولش فرانسه بود که جمهوری بود، یعنی انقلاب متعددی که در این کشور شد از انقلاب کبیر به بعد و آمده بود جلو. در اینجا یه نکته دیگه هم بود، شما وقتی میخواید برید قانون اساسی بنویسید مملکتتون عوض کنید، نمیتونید انگلستان رو به عنوان مدل انتخاب کنید، چون قانون اساسی مکتوب نداره، یه اجزایش مکتوبه، قانون اساسی مکتوب نداره انگلستان. خب چه بکنید؟ ببینید وقتی میخواید تقلید بکنید از یک کشور، یاد بگیرید یه نظامی رو درک بکنید، اون برید در کشور خودتون تحقق ببخشید، اینا باید یه چارچوبی داشته باشه. از این بابت فرانسه خیلی قوی بود، چون چند قانون اساسی از ابتدای انقلاب کبیر نوشته شده بود، بخش حقوق عمومیش این بحث خیلی قوی بود در فرانسه، همونطور که در دانشگاه‌ها، ولی اصولا از نظر سیاسی. اون طرف دیگه بود مثلا آلمان بود، پادشاهی بود ولی حکومت اتوریتر داشت، بوی آزادی نمیداد.
عنایت می‌فرمایید. خب این یه موقعیتی بود که ندارش گیر کرده بودم، یعنی که گیر کرده بودم نمیشه گیر کرده بودم، این موقعیت بود که قرار گرفته بودم. خب شما میخواید این آزادی رو بیارید به ایران، مملکتتون پادشاهیست، آیا خیال دارید پادشاهی رو به هم بریزید و جمهوری درست کنید؟ آدم ها که در دوره مشروطیت به این مسئله فکر میکردن بی نهایت کم شمار بودن و کاملا حاشیه‌ای از نظر همه، و پادشاهی پادشاهی باید بمونه. به خصوص که فراموش نکنیم انقلاب مشروطیت انقلاب نخبگان بود، یعنی به انقلاب مردمی فرانسه، به انقلاب کبیر بسیار کمتر شباهت داشت تا به انقلابی که انقلاب بزرگی که در انگلستان شده بود که اشراف کرده بودن و قدرت پادشاه محدود کرده بودن. اینا یه جنبه اینطوری خیلی قوی داشت مشروطیت، این چهره‌های اصلی مشروطیت بود. اونا کتاب ترجمه کردن، نطق کردن، اومدن رفتن تو مجلس، مجلس اداره کردن، همین کارا رو کردن، همه از اشراف اون دوران. یه نکته رو اضافه بکنم، خیلی هم طبیعیه باشن به یه دلیل، به خاطر اینکه مملکت اونا رو که میگردوند و همینو میگردوندن. گرداندن مملکت یه چیزی شما یه شبیه یاد بگیرید، همونه که بلدن میان میگردونن و اونا متوجه بودن به پادشاهی و حفظ پادشاهی. ولی اصولی که استخراج کردن، درست قانون اساسی ما مقداری ملهمه مثل بسیار قوانین اساسی دیگه دنیا از قانون اساسی بلژیک 1835 اگه اشتباه نکنم، تاریخش در یادم نیست، به خاطر قانون اساسی خیلی خوب و موجز و مختصر و خوبیست، خلاصه خیلی ازش تقلید کردن، فقط ما نیستیم، یعنی به عنوان سرمشق، چون کپی نکردیم ترجمه هم نکردیم، این فراموش نشه، بعضی این حرفا رو زدن نسبت بیجاست. انگلستان هم که نداشت، ولی از فرانسویا بسیار اتخاذ کردن. یعنی ببینید آزادی خواه ایرانی، لیبرال های ایرانی، مدلاشون لاک و هابز و میل و اینا نیستن، روسو و مونتسکیو است. این خیلی نکته مهمیه در نوع شکل گیری این فکر، که آثارش هم زود ترجمه شد، مورد بحث قرار گرفت. بعد همه این نخبگان اون دوره مملکت زبان خارجی که می‌دونستن انگلیسی بود دیگه، مثلا فرانسه بود دیگه، اینا می‌خوندن. خب اینا آمدن و اون اصول دموکراسی رو در ایران خواستن پیاده بکنن، حکومت پارلمانی رو در ایران پیاده بکنن، در عین این که نمی‌خواستن به اسم پادشاهی دست بزنن، اسمش شد مشروطه. در حقیقت مشروطه ترجمه ایست که برای حکومت لیبرال پارلمانی پیدا کردن ایرانیا، ترجمه دقیق نیست، معادلی است که برای اون انتخاب کردن، به دست آوردن، به اجرا گذاشتن. ولی این که نفس حکومت لیبرال، نفس حکومت پارلمانی، نفس دموکراسی با پادشاهی پیوند خاص داشته باشه مطلقا نابجاست و به کلی نادرست است. اگر کسی هم چنین شهرتی میده، تصور میکنم به دلایل تبلیغاتی چنین کاری میکنه. بله، خیلی ها در واقع میشنویم چه در بین اندیشه ورزان چه در اخشار جامعه که میگن مشروطه شکست خورد. خیلی این جمله رو میشنویم در سطح جامعه. آیا به نظر شما مشروطه شکست خورد یا نه مشروطه هنوز تداوم داره و پایان نیافته؟ به نظر من خیلی سریع هست کنم، اون حرف به کلی غلطه، به کلی غلطه. و میفرمودید در حقیقت انقلاب مشروطیت هنوز تمام نشده، مشروطیت تداوم داره. حالا عرض میکنم چرا. اولا اینا که راه میفتن میان میگن آقا جون مشروطیت شکست خورد، این حرف بعد از انقلاب باب شد و کسایی که خیلی تشویقش کردن همین اسلامی‌ها بودن. چرا؟ چون اینا از اول یه لجاجتی با مشروطیت داشتند، در مورد خمینی کاملا مشهود بود، اون تا موقعی که در قم زندگی میکرد هر سال فوت شیخ فضل‌الله رو میرفت سر قبرش فاتحه میخوند، یعنی پیوند اینقدر نزدیک بود و اینقدر موضوع براش موضوع روز بود و مهم بود، یعنی یه فضایی بود که دقیقا ذهنشون ترک نکرده بود. خب اینا دنبال این بودن که آقا ما یعنی از مشروطیت انتقامی بگیریم و خلاف اون عمل بکنیم. این پروژه خمینی بود، موفق هم شد. ولی آمدن و گفتن آقا ما دفتر مشروطیت بستیم. یه عده دیگه هم آمدن به دلایل دیگه از همینجور حرفا زدن، گفتن مثلا چون نظام پادشاهی که اسمش رسماً حکومت مشروطه سلطنتی بود ولی عملا مشروطه نبود، چون قانون اساسی رو گوش بودن لب چاخت تاخچه، این چون رفت مشروطه شکست خورد. نه، یه دو گفتن چون بختیار که این دفعه واقعا مشروطه خواه بود به قانون اساسی عمل میکرد شکست خورد، پس مشروطه هم شکست خورد. یه دیگه هم جو دل خوشن، اصولا میگن آقا جان وقتی انقلاب اومد انقلاب قبلی باطل رفت میمنیست، حالا میگم چرا شکست نخورد و چرا هنوز تداوم داره. انقلاب مشروطیت تنها انقلاب دورانسازی بوده که کشور ما به خودش دیده. دورانساز به این معنا که یه چارچوبی ساخته که از اون پس ما داریم در چارچوب زندگی میکنیم و تا موقعی که اتفاق به این اهمیت در تاریخ بشریت نیفته در هم خواهیم بود. مشروطیت تکرار اون چیزیه که بهش میگن مدرنیته و در اروپا واقع شد.
یه پس لرزه اونه که در کشور ما واقع شد. یعنی بعد از انقلاب نوسنگی که مهمترین انقلاب، مهمترین تحول اجتماعی سیاسی بود که بشر به خودش دیده بود، که 2000 سال پیش بود، اون دوری که برای اولین بار امپراتوری ها تأسیس شد و اینها، این یه اتفاقی افتاد که تاریخ بشر زیر رو کرد. خب این چارچوبی که مشروطیت برای ما درست کرد، در حقیقت اون اول همه دلشون خوش بود، همونطور که در اروپا هم بودا، فکر نکنید ما بودیم و جهان سومی بودیم و ایرانی بی خبره، نه، این خوشبینی در همه بود که آخه عصر بی خبری، عصر استبداد اینا به سر اومد دیگه، بشر وارد یه مرحله از تاریخ شد که همش آزادی. حدس، امید نابجا بود، به خاطر اینکه دوران جدید هم مثل دوران قدیم استبدادهای خودش رو داره، به تجربه دیدن دیگه مردم، دونه دونه رو مزهش هم کشیدن، ما هم مثل بقیه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی استبداده ولی بازگشت به گذشته نیست، استبداد مدرنه. خب وقتی آمدیم اینجا نگاه میکنیم به مشروطیت، ببینیم چارچوبی که مشروطیت درست کرد برای ما چی بود. خط اولی، اصلی، عمده، سنگینش، اون ستون فقراتش همون دموکراسی لیبراله، یعنی لیبرالیسم آزادی خواهیه، چنان که باید همونطوری در همه دنیا بود. ولی استبدادی هم توش هست، یکی استبداد نوع اتوریتره، مثل محمد رضا شاه، رضا شاه، مثل کشورهای امریکای لاتین که دیدیم، مک در اسپانیا بود، نمیدونم همه جا بوده، حالا کم شده، خیلی عقب رفته و اینا. این استبداد اتوریتره که میان یقه مردم میگیرن و همون چیزی از حکومت شاه مردم یادشونه دیگه، البته روز به روز کمتر، اینو برای انصاف داد شو همه جوون اینا ما میگیم، ببین این حکومتی که بیا تو سیاست فضولی نکن، بقیه کارت آزادی، از این غلطا نکن، حرفی هم که من خوشم نمیاد نزن برو دیگه، تموم شد. و البته از اون طرف هم یه استبداده مثل استبداد توتالیتر که این دفعه برای همه خوب آشناس شد، یه مثل حکومت اسلامیست که حکومت اسلامی در واقع یه نوع فاشیسم توتالیتره، رنگ مذهبی داره ولی اساساً از بابت بنیادش، ساختارش، گفتارش تفاوت چندانی با نمونه های مثل موسولینی و هیتلر نداره. اون مزامین دیگری رو در مرکز ایدئولوژیشون قرار داده بودن، نژاد بود یا چه بود یا این، ولی اینا آمدن مذهب رو در مرکز قرار دادن، ولی باقی ساختار یکی و رژیم رهبر محور و همه متکی به رهبر دیگه. من شما قانون اساسی پیدا نمی‌کنید در دنیا مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی که یه بخش عمدش اختیارات رهبر باشه، اصلا چیزی نمی‌بینید، این خیلی روشن. خب اینا این امکاناتی که مشروطیت باز کرد در برابر ما، این چند راهی که باز کرد، خواستیم برای آزادی بریم، متأسفانه خیلی موفق نبودیم و موفقیت‌های به دست آوردیم، ولی اینها اومد مزاحم شد، آخونده این وسط آمدن قدرت گرفتن، یکی از اون امکاناتی بود که مشروطیت درست کرده بود، باورشون شد، دلشون میخواست، تبدیل کردن، هوچیگری کردن که مشروطیت تموم شد نوبت ماست. نه، مشروطیت تموم نشده، مشروطیت همه اون امکاناته که ما باز کرده، حالا یه دوره شده به تصادف تاریخ و بدبختی ملت ایران شما بر گرده ملت سوار شدید. خب مشروطیت باطل نشده، شما در حقیقت از دل مشروطیت در اومدید، با لجبازی، با دهنکجی، با کجتابی، ولی از دل مشروطیت بیرون آمدید. خب ولی خط اصلیش اون خط آزادی خواهیه، خط دموکراسی لیبراله که خط خود انقلاب مشروطیت بود، خط مصدق بود، خط بختیار بود، الان هم خط ماست و همین هم پیروز خواهد شد. حالا دلتون خوشه که سرکاری، بسیار خوب، ولی آخرش اینه. این صفحه و در واقع فعالیتی که جمعی از دوستان ملی دارن انجام میدن با توجه به ضرورتی که امروز ایجاد شده در ملی‌گرایی، که باید ملی‌گرایی امروز باز تعریف بشه و دیگر نمیتوان در واقع با باورهای گذشته رفت جلو، چرا که ناسیونالیسم ایرانی در واقع شاید بد تعبیر شده در ایران و مفهوم دیگری رو تعبیر کرده، و زاده در واقع قرن 17 هستش که از اروپا به ایران مرا ترجمه شد، یه باز تعریفی از ملی‌گرایی در ایران صورت بگیرم، این ضرورتش امروز حاصل میشه، چرا که میبینیم ملی‌گرایی امروز توهی از اندیشه شده و گفتمانی رو نتونسته ایجاد کنه که به دنبال اون بتونید جریانی رو ایجاد کنه. به همین خاطر ضرورت ایجاد این گفتمان و ایجاد یک اندیشه نو امروز به وجود اومده. پرسشم این هست که به نظر شما ملی‌گرایی امروز چطور باید باز تعریف بشه و باید روی کدام یک از مفاهیم ملی در واقع دست گذاشت و اون رو باز تعریف کرد، یا چه مفاهیمی رو خلق کرد امروز تا بتونیم
یک پویایی به ملی‌گرایی امروز بدیم. با توجه به تجربیاتی که ما از مشته داریم و در واقع مبارزاتی که در طول تاریخ داشتیم. سوال بسیار مهمیه، سوال چاقی هم هست. اول من یه مثال میزنم که این حرفی که شما گفتی بهتر برای بیننده ها روشن بشه. ببینید خمینی خودش به روز کردن گزینه اسلامی بود که در مشروطیت وجود داشت به صورت شیخ فضل‌الله نوری. خب پیوندش هم بسیار قاطع و روشن بود و حرمت خمینی هم بر اون روشن بود، ولی خمینی به روز کرد گفتارش رو. اگه این حرف شیخ فضل‌الله رو میزد که محلش نمیذاشت. خمینی گفتارش رو چجوری به روز کرد؟ اول در خرداد 42 این کار کرد، یه جنبه اسلامی داشت که مردم پس زدن، فراموش نکنیم چه نمیاد تو خیابون همون لاتولوسا اومدن اونا مردش جمع کرد. یه جنبه دیگه اون پرده بعدش بود که مخالفت با کاپیتولاسیون بود و هم مخالفت با امتیازاتی که مستشاران امریکایی داده بودن. این بروز کردن بود. چرا؟ به خاطر که موزه ملی بود، این موزه اسلامی نبود. یه همچه حرفی دقیق میفرمایید از کدام این حرفای خمینی که در خرداد 42 زد و خودشو جدی مطرح کرد بعدم تبعیدش کردن، برای یه آدم مثل شیخ فضل‌الله معنی نداشت. چرا معنی نداشت؟ برای که اگه به شیخ فضل‌الله میگفتین که این مسیحی‌ها که اومدن ایران و طبق قانون ایران محاکم بشن، گفت حرف مزخرفیه، مسلمان و طبق قانون اسلام محاکم بشه، مسیحی طبق قانون مسیحیت. خیلی سریع بینش اونا این بود، یهودی طبق قانون یهودیت. یه حرفا چی شما میزنید؟ میبینی؟ یعنی این ملت آمده بود، مفهومش جا افتاده بود، سنگینیش رو به همه عملا تحمیل کرد، کادر زندگی، چارچوب فکر زندگی شده بود. خمینی در این چارچوب حرف زد. مرحله دوم بروز کردنش چی بود؟ مرحله دوم بروز کردنش این بود که اومد استفاده کرد از تمام این چرندیاتی که از آل احمد و شریعتی و نراقی و نمیدونم شایگان و کی و کی و کی است، نصر و اینا، این فضایی که در سالهای 1340 و 1350 درست شد، بازگشت به اصالت، بازگشت به اصل، اینکه ما باید به اسلام برگردیم، اصالت ما در اسلام، حرفای جهان سومی دوریالی که مردم برگردن به دهات، اینا هم توش بود دیگه. این یاوه ها که زمینه رو ساخته بود و بازرگان رو فراموش نکنم که بسیار نقشش در این مورد و همه این ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و این بامبولا. خب اینا بعدا چه گفتن؟ اینا رو زمینه رو آماده کردن در ذهن مردم، یعنی اون فکر لیبرالی که از مشروطیت تا اون دوره مسلط بود که آقا ما دموکراسی میخوایم مثل اروپا، حکومت پارلمانی میخوایم، آزادی بیان میخوایم، چی میخوایم اون رفت تو سایه. این ایدئولوژی ضد دموکراسی، یکیش مارکسیسم بود، یکیش اسلام گرایی بود، اینا اومدن زدن پس. خمینی خودشو با این منطبق کرد و از این حرفا استفاده کرد و نوع گفتاری که در سال 57 عرضه کرد، اولا اون بخش صرفا اسلامی شو مثل داستان مخالفت با حق رأی زن و اینا به کلی ریخته بود دور، هیچیش دیگه نمونده بود، رو همین خط اصالت رفت و به خصوص طبیعیه که به حکومت شاه و فساد اینا، به خصوص جنبه ضد امریکایی. اون جنبه ضد امریکایی که در انقلاب 57 شما ملاحظه میکنید، اون حال احوال ملت ایران بود که از 28 مرداد امریکا مملکتشون گرفته بود، تا غلطی میخواست میکرد. خب کی میکرد براش؟ محمد رضا شاه. و این حرف جواب میداد. اینا بود که میگم خمینی به روز کرد. حالا بیام سر اونایی که جالبن به مورد نظر ما، به عبارت خانواده فکری خودمان، یعنی مصدقی ها این مشکل رو داشتند آقای رزاقی، که از زمان سقوط مصدق متاسفانه، اولا در زمان خود مصدق کوشش های تئوریک و اینا بسیار کم شد، بسیار کم بود، یعنی تنها گروهی کرد اون دوره و بعد هم ادامه داد گروه خلیل ملکی بود. در مورد حزب ایران فکر کنم انتشارشون بسیار کم بود، بقیه مثلا نداشتن. و در سالهای بعدش هم این کوشش های تئوریک، کوشش هایی که برای نگارش میشد، برای تحلیل میشد، برای پرداختن به تاریخ میشد، قبول دارم سانسور بود و میونه مثلا میلیون نمیدادن ها، ولی در همون سالها اون کوشش هایی که چپی ها و اسلامی ها کردن میلیون نکردن و تاوانش هم دادن. یه دفعه در سال 42 به خاطر که نتونستن به اون استحکامی که باید در مقابل شاه بیستن و ضربه خوردن، دیگه به داستان های جزئیش نمیپردازم، اون چیزای دیگری است که باید در فرصت های دیگه صحبت بشه. و بدتر از اون در سال 57، یعنی موقعی که خمینی اومد، این هم دنبال همون اوهامی افتادن عملن که عامه مردم افتاده بودن، که عوام افتاده بودن. نمونش در نهایت موزیگیری سنجابی بود و چیزی که فاجعه بار بود این بود که شخصی مثل شاپور بختیار باشه بیاد با شجاعت تمام حرفای درست رو بزنه، با تمام سوابقی داره، نه فقط در مقابلش موضع بگیرن، بزنن به کمرش و در درجه اول کیا بزنن به کمرش؟ همینه که اسمشون ملیه. این بود که برای ما بسیار گران تمام شد. شما این حرفایی که میزنید باست من که میگید آقا جا ما باید بروز بشیم، حرف بسیار درستی، یعنی کاری بوده که از زمان سقوط مصدق تا به الان تقریبا انجام نشد. من تنها گروهی سراغ دارم که جدی این کاری کرده، همین گروه خود ماست، همین ایران لیبرال و ایناست، تمام نشریات و ایناش هم مقالات اینا هست، هر کس میخواد بره ببینه
و بسنجه که آیا شده یا نشده. این کارها شده، از طرف این گروه شده، در جمع کوتاهی کرده بودند، همه کوتاهی کرده بودند، و این باعث شد مدیا که به نظر من قویمترین و آبرومندترین گروه سیاسی در ایران، اگه حداقل اقلش رو بگم، بابا این تنها گروهی که دو دفعه حکومت دستش بوده، مدت کوتاه، نه کشته، نه زندانی کرده، نه شکنجه کرده، نه مال کسی گرفته، مال کسی نور گفته، هیچی، تمام کارا هم که کردی بود که حق مردمشون بدی. خب آخه دیگه بالاخره یه حساب کتابی در این دنیا هست دیگه، اینقدرم علکی نیست داستان. اگه میگم آبرومنده، واقعا آبرومنده. ببینید بقیه چه کردن، چه موقعی قدرت داشتن، چه موقعی که نداشتن، چون اونها بودن که قدرت نداشتن ولی تا میتونستن خدمت کردن به بقیه ها، اینا فراموش نشه. خب این بازبینی باید چطور بشه؟ به نظر یک جنبش مسئله تجدید عهد با فکر لیبرال، که اصلا فکر آزادی خواهیه، ریشه آزادی خواهی در دنیا از عصر روشنگری به این طرف، همه این چیزهای آزادی که در دنیا میبینید مدیون فکر لیبراله. اینا سوسیالیست ها اختراع نکردن، مارکس هم اختراع نکرد، از مسیحیت هم الهام گرفته نشده، هر کی چون میخواد بگه بگه، اینا دل روشنگری اومده بیرون. اول از همه تجدید عهد با روشنگری با فکر لیبرال، دو انطباق اوناست با شرایط امروز ما، چون اصول کتابای کلی اینا بسیار ارزشمنده، چون سرمایه های فرهنگی بشره، ولی همطوری نمیتونی ببندی به ایرون یا بگی این کتاب مثلا در مردم دارن تو خیابون را میرن، بگی شما بیه طرفدار من بشین چون من طرفدار جان لاکم مثلا، اینم کتابش و حرف موسیقی دیگه، مردم گوش نمیدن به این چرندی ها. مسئله این است که شما بگی در موقعیت که من در ایران امروز هستم چجوری میخوام اصول لیبرالیسم رو به وضعیت امروز ایران ترجمه کنم، چطور میخوام یه وضعیتی در ایران فراهم بکنم که اون اصول درش متحقق بشه. و در اینجا میرسیم به یک نکته بسیار بسیار اساسی و محوری که مسئله لایسیت است. در مشروطیت خیلی مورد توجه نبود، در دوره مصدق خیلی مورد توجه نبود، در عین اینکه مصدق اختلاف با کاشانی همه میدونیم، به خاطر که میخواست دخالت، نمیخواست دخالت کنه تو کارا، اگر فضولی میکرد بعدش گوش نمیداد، این خیلی روشنه. بروژری اونم پیغام میدادن و اینا چیزی نبود که بگی حالا آخوند گفته و ما گوش میدیم، از خبرها نبود، اینا بود در دوره مصدق. در مورد وقتی به طور قاطع عرض شد چون جلوی خمینی ایستاد و تو کلمه لایسی دارم به کار برد، به موضوع فهم یکی مضمون شو هزار دفعه گفت، وقتی مملکت دست آخوند نمیدن که اداره بکنه، این چه فکر یاوهیه؟ اون موقع که کسی گوش نکرد بعد دیدن دیگه این چی حرف. این رو بعد با تأکید تمام به مردم عرض کرد که چاره امروز شما لایسیته است. آقا لایسیته است، اسمشو به خاطر بسپارید، نوشتم موجوده، قابل توجه هم هست. در این مورد فقط ما نکردیم، در ایران لیبرال دیگران هم کردن، آمده، بخونید، مطلع بشید، اینو بعد به کار ببندید. اگه بخوام خلاصه بکنم، اگر در دوره‌ای که می‌خواستید انقلاب مشروطیت بکنید یه کلمه پیدا کردید که مشروطه بود، دور اون جمع شدید، کلمه ناآشنا بود، از خارجی الهام گرفته شده بود، معنیش خیلی روشن نبود، ولی همه این کارا شد و در نهایت نجاتتون داد، این دوره کلمه لایسیته که این کارو میکنه. دورش جمع شید تا بتونید حکومت بیاندازید و یه ایرانی بسازید که زندگی درش مای سربلندی و راحت خیال و آرامش باشه. بابا این ترتیبه که میتونید این کارو بکنید. و این کارم کی میکنه؟ همون خانواده سیاسی که از مشروطیت تا حالا دنبال حرفا بوده. گفتم مشروطیت، مصدق، بختیار، خط مستقیمه تا مای که اینجا نشستی. این خانواده است که این کارو میکنه. نشینید به این خیال که اسلام و اصلاح میکنن، ملی مذهبی درست میکنن، حالا پسر شاه میخواد میگه من مشروطم، حالا چپیا قرار سوشال دموکرات بشن. نه با جان، اینا این کاره نیستن. اون چیزی که شما میخوان یه گروه در ایران دنبالش بوده، میدونه چیه و میخواد داد عرضه کنه و میتونه عرضه کنه. دنبال همون برید، دنبال همون برید تا نجات پیدا کنید. بلکه هم آمدن فبه ها، نیامدن دیگه خود دانند. آقای دکتر، الان بحث‌های بسیاری هستش و تعاریف بسیار زیادی از لایسیته و سکولاریسم میشه. از نگاه شما در لایسیته چیز و چه تفاوتی رو در واقع، چه مرزبندی رو با سکولار داره از تعریف شما؟ ببینید من راجع به این مسئله اینقدر گفتم و اینقدر مطلب نوشتم که شما نمیاد، هر کی میخواد میتونه ببینه. خلاصه اینجا حضورتون عرض میکنم، ببینید در یه حکومت سکولار دولت در مورد مذهب موضع‌گیری نمیکنه، میگه اگه مذاهب با هم دیگه دعواشون شد من حل و فصل میکنم و به طور جدی هم جلوی دخال تداخل سیاست و مذهب نمیست. نمونش حکومت من مجازش را سکولار بود، چقدر زیارت رفت، چقدر آخونده آمدن پیشش، چقدر بهشون پول داد، چقدر داشت کردن، از اون نکبت خمینی آمد بیرون. ببینید سکولار را حل نیست. امریکا نگاه کنید که سکولاره، دن به ساعت هر که حرف میزنه انجیل رو میکنه،
بعد یه نگاه میکنید میبینید یارو میاد عوام فریبی مذهبی انجیل لطش میگیره عکس میاندازه میگه من خواهم این کار بکنم، اطرافیانش میگن خدا پشت اینه، آقا خدا پشت ترامپه، اینم یه داستانیست دیگه واقعا جا شکایت داره. بعد میبینید یه عده زیادی مذهبی به اصطلاح تبشیری دارن یا چی دارن که اینا در انتخابات خیلی وضعشون سنگینه و یاوه های میگن که به معنای دقیق عرض میکنم در حد حرفای حجتیه است. خب آخه که مملکت نشد که اینقدر وزنه داشته باشه درش مذهب. لایسیته که مدل فرانسوی است، کاری که میکنه دلیل اینا که تو فرانسه پیدا شده و این شکل رو گرفته اینه که تو فرانسه ببینید هر جا کشور پروتستانه شما یه تعداد فرقه پروتستان دارید، اینا هم پراکندن، دولت هم میتونه کمابیش داوری بکنه یا استفاده بکنه ازشون. در مورد کاتولیسیسم اصلا از این شوخی‌ها نیست، یعنی شما با کلیسای کاتولیک طرفید، یکی از قدیمترین نهادهای تمدنی دنیاست، ساختار بسیار محکم داره، اصلا شوخی هم بر نمی‌داره. یعنی شما نمیتونید به این قانع باشید که حالا ما میریم اگه دعوا شد میایم، بعد خودتون جلوش بایستید و احقاق حق کنید. موقعیت ما به موقع فرانسوی‌ها اونایی که کاتولیکن شبیه چون یه روحانیتی داریم که بسیار فوق‌العاده برخلاف روحانیت سنی، یعنی ما یه دولتی میخوایم که خودش احقاق حق مردم رو بکنه از نهاد روحانیت و نهاد روحانیت رو پس بزنه در اون حد و حدودی که معقوله و همونجا نگهش داره و اگر هم خواست پادراز بکنه ولش بده عقب با قاطعیت و جان نده، اصلا جان نده به تداخل سیاست و مذهب. در سکولاریزم این فضا همیشه هست. نمونش آلمان 6 ماه پیش، یه سال پیش آمدن در ایالت باواریا قانون گذروندن، چون فدرال هم هست دیگه، که اصولا در تمام اماکن دولتی ما صلیب میذاریم. ای آقا ببینید شما دولت مال همه است، مال مسیحی ها که نیست. حالا آمدن مگه در باواریا فقط مسیحی هم مردم؟ آقا همه دینی هست، یه همچی چیزهای از سوش در میاد تو شکل دموکراتیکش، تو شکل کشور مثل ما که این دعوا رو داریم که عرض نمی کنم. یعنی شما همین موقع که این مدن دولت اسلامی درست کردن، آقا به چند دولت اسلامی درست کردی؟ من ایرانی هم مسلمون هم، حالا در طول تاریخ هم نمیگم، همین الانش به چند این کار کردی؟ یعنی چی دولت باید اسلامی باشه؟ دولت که دین نباید داشته باشه که. اون دولتی که واقعا دین نداره دولت لایک، دولت سکولار همیشه کشدار مریض میکنه هر چیزی هم توش میاد بیرون. هر کس هم گفت یادآوری بفرمایید که دولت محمد رضا شاه سکولار بود، امام خمینی از تو شکمش آمد بیرون. اگه دوست داری از این بازی ها بکنی برو بازم بکن، اگه میخوای خلاص شی یه سراغ لایسیته. در واقع احزاب و گروه ها و اندیشه ورزان ابا دارن از اینکه بخوان موضعشون رو مشخص کنن. ببین دقیقا در نیروهای ملی هم این وجود داره. ببین خب در جبهه ملی ما میگیم چه جبهه ملی 5-6 و چه کلا بقیه نیروهای ملی، نمیان صراحتا بگن آقا ما سکولار هستیم یا ما لایک هستیم، میان میگن نهاد دین از نهاد سیاست جدا، یا در واقع سیاست از حکومت جدا. خب این در واقع یک ضعف میتونه باشه، یعنی به نظر من یک نوع گریزه که داره نیروهای ملی انجام میدن و باید صراحتا در واقع موضعشون رو مشخص کنن، مرزشون رو مشخص کنن که آقا شما سکولار هستی یا لایک هستی، شما باورمند به نظام سکولاریسم هستید یا نظام در واقع لایسیته. نظر بنده شما چیه در این مورد؟ نظر بنده اول از همه همی که گفتید، ببینید مردم اگه بخوایم نرم صحبت کنیم احتیاط میکنند، اگر بخوایم صریح صحبت کنیم میترسند. با این بزدلی ها مبارزه نمیشه کرد، آینده نمیشه برای مملکت ساخته. خیلی ساده، اگه میخوایی یه چیزی پیدا بشه به وجود بیاد، اول باید اسمشو بیاری و بگی من چی میخوام، اینو میخوام تا بشه. با این حرفای شلوغل و نسیخ به سوزه نکباب و یه جوری که اصلا معلوم نشه راجب کی دارم صحبت میکنم و یه جوری که حالا برشد اسلام هم یه گوشش بیاد یه گوشش خوبه بو، بعد حالا یه کسی بشه که وقت دقیقه ما رو نگیرن و اینا، به هیچ جا نمیشه رسید، به هیچ جا نمیشه رسید. سرمشق میخوام به بختیار نگاه کنن، شجاعت شو ببینن چطور واسات، چطور تمام حرف رو دقیق و درست و اونجایی که باید زد، هیچ تخفیفی هم نداد، از اون الهام بگیرن و جدی وارد میدان مبارزه بشن. و باز تاکید میکنم اگه حرف شلوول بزنید نتیجه نمیگیرید، مثل بعد از انقلاب اسلامیست دیگه، یه دی میامدن میگفتن آقا چه آزادی نیومد، یکی از دوستان هم میگفت می خواستی که بیاد، تو که آزادی خواستی؟ رفتی جمهوری اسلامی حکومت اسلامی خواستی، بعد هم میگه چه آزادی نیست؟ اون موقع یادت نبود بخوای؟ در حقیقت اون میخواستن بعد میرفتن دنبال بختیار دیگه، بعد رفتن دنبال کی؟ سنجابی، بازرگان که صد بار از اون بدتر، خمینی هم که دیگه عرض نمیکنه. این داستان مبارزه ببینید با تا
ترس و لرز و کجدار و مریض و خلاصه کنم با بزدلی نمیشه مبارزه کرد. اگه شما اهل مبارزه یا خودتون محکم بذارید یه جلوی میشه میگید و حرفتون هم باید محکم باشه، فکرتون باید محکم باشه. یه چیزی هم بگم، اینا اکثرشون نه راجع به سکولاریسم اطلاع عمیقی دارن نه راجع به لایسیته. وقتی آدم اطلاع نداره خب طبیعیه که مدار را دستش نیست که موضع قاطع بگیره، فکر کنه آقا شاید درست نباشه، حالا یکی میاد دقیقاً میگیره این چی بوده فلان، نه چه حرفا. اگه اطلاع درست کسب بکنن، فکرشون به کار بیاندازن، اون موقع تصمیم انتخاب درست میتونن بکنن، تصمیم محکم میتونن بگیرن. بگیرن شجاعت که از بین مردم ایران رفت، رخت برنبسته که چند بار تظاهرات کردن، کشته دادن، رفتن زندان، شکنجه شدن. اینا که دائم میگیرن چیکار میکنن؟ با حرفشون دارن میزنن، با شجاعت دارن میزنن، هزار مشکل رو به جان میخرن. من میگم آقا شجاعت هر که داری فکر رو هم به کار بیانداز، اون حرفی رو بزن که حرف درسته و اون موضعی رو بگیر که موضع قاطع و براست. چون ببینید یه مثال براتون بزنم، هر چی شما بگید، این حکومت در روز اول گفته ما اسلامیش میاریم، دموکراسی دموکراسی اسلامی، حقوق بشر حقوق بشر اسلامی، سکولاریسم هم حتی قبول میکنن. عبدالکریم سروش نشسته تو امریکا میگه من سکولارم، ولی یه ببینید چه خبره دیگه. لایسیته اسلامی نداره، یه چیزی بعد از این حکومت خواست که نمیتونه بده، یعنی یا میده و میمیره یا نمیده و باز میمیره. این لایسیته است، هیچ کدوم اینا نیست. این رو باید درک کنن. این تنها نیزه ای که جوشن تقدس اینا رو پاره میکنه که در سکولاریسم رابطه سیاست و مذهب قطع نمیشه به طور کامل. یعنی این راه باز میمونه، یعنی که مذهب رو دولت تاثیر بذاره، دولت هم از مذهب استفاده یا سوء استفاده بکنه. در لایسیته به طور کامل قطع میشه، راه به هیچ کدوم این دو کار نمیده. و اون که چاره ما از لایسیته است، به خاطر اینکه به خصوص با یک روحانیت بسیار قدرتمندی طرفیم، نه به قدرت کلیسای کاتولیک ولی خیلی شبیه به اون، مثلا ارتباطی نه به روحانیت سنی داره نه به روحانیت پروتستان. بنابراین موضعی که در مقابلش میگیریم موضع دولتی و قاطع باشه که اینو بهشون سر جاش دیگه، آقا فزونی نکن، حد و حدود دیدینه، تا اینجا گوش میدی رامیان باد، گوش نمیدی اون موقع باید خودتو گوشه بشین تنها ببین چیکار میخواد بکنی، ها خوب حواست باشه. یعنی پس در واقع لایسیت تعریفی که شما میفرمایید یعنی که در واقع مبارزه با دین نیست، یعنی شما با دین مبارزه نیست، بلکه در واقع مهار نهاد دین هست. دقیقاً، و مهار روحانیت در درجه اول، چون ما دین رو به روحانیت میشناسیم دیگه، در درجه اولون و حد و حدود تقدس و دین معلوم بشه که آقا تو سیاست نمیتونی بیای، خیلی جا آدم نمیتونی بیای، تو مسجد و اینا، ولی تو سیاست قاطعا نمیتونی بیای. تمام، بله قطع شد. فکر کردم افکان شما داشتید میگفتید که برشاد مردم درسته که میخوام دین رو روحانیت رو از دولت جدا کنیم، ولی مردمی که خودشون مسلمانان افکار مذهبی در ذهنشون وقتی وارد میدان سیاست میشن. دقیقا بسیار درست حرفتون، کاملا درست. اهمیت هم نداره. چرا اهمیت نداره؟ شما برای که در دموکراسی بخواید رأی بدید قاعدش چیه؟ این نیست که من قیافه یارو خوشم میاد که ممکنه که این کارو بکنه، ولی اثر بلاحته. قاعدش اینه که یارو کار بلده و یارو درست کاره، این دو تا قاعده است. یه سومی هم داره، اینو بعد چی بکنیم که واسه یه جنبه ایدئولوژیک هم تو کار هست که نظر ایدئولوژیک به شما نزدیکه یاره، ولی این سه تاست. یه ایدئولوژیه، یه کاربلدیه، یه درستکاریه. آدم دوز و دغل مثل اکثر کارن کسی نمی رای بده که، یا آدم نادان باز مثل اکثر کارن کسی نمی رای بده که کار بکنه که. اینو روشن. خب هر کس از اینا تخطی بکنه بقیه میکنن. در حقیقت به دموکراسی لطمه زده، در یه جایی هم پاشو میخوره، ولی میگه خب اعتنا نمیکنه طرف. مثلا اینکه یه نفر بره بگه من به فلانی رای میدم به خاطر که نماز خونه، خب این جلوشو نمیشه گرفت، تفتیش عقایدم نمیشه کرد. ولی به نظر من یک امریست جنبی جداست. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل اصلی که ما باش گرفتاری داریم مشکل وجود روحانیت و دخالت روحانیت، اینکه چهار نفر اولا اینکه دین و ایمان دارن که به خود مردم مربوطه، حق مسلمون چون دخالت هم نمیشه، نباید بکنه، نمیتونه بکنه، حق نداره بکنه کسی، دین و ایمان شه به کسی چه. بعد بیاد طبق این بخواد یه جور رأی بده، اون خطری اونطور ایجاد نمیکنه. ببینید ممکنه بین اینا که هستن یه فکر و خیالی بکنه که این بهتره، اون به این دلیل مذهبی و فلان اینا به رأیشو بده. مهم اینه که پای روحانیت باز نشه و به دلیل رسمی مذهبی نباشه. مقصودم چی از دلیل رسمی مذهبی؟ یعنی حزب مذهبی نباید باشه. در حکومت لایک حزب مذهبی ندارید. حتی بگید اینا که میان میگن ما میخوام دموکرات اسلامی درست کنیم که حرف بی‌معنی هم هست، حق ندارن آقا. حزب مذهبی که سر نداره درست کنه. وقتی اون نباشه، حالا یه نفر رفته تو خیابون که دیده فکر کرده این حاجی هم از بهتره، خب رأی بده. اون اصلا اون خطر اونطوری نداره. گفتم روحانیت باید بره کنار و سیاست از مذهب جدا بشه. ببین اینا که میگن روحانیت از دولت جدا بشه، میگن آخوندا برن.
ولی تمام ملی مذهبیان این حرفو میزنن. برای چی نمیگن؟ برای اینکه میگن آخوند داره من میام. من میام به جای آخوند. من آخوند فکلی هم مثل بازرگان، مثل سروش، مثل شریعتی، مثل تمام اینا که مملکت بار به این فضاحت کشوندن. خب میام بشینم اونجا. بعد من از طرف اسلام من حرف میزنم. میگه نجارم. من میگم سیاست از مذهب جدا بشه. یعنی تو بیا بگی من دموکرات اسلامی هم میخوام درست بکنم، حق نداری. سوسیالیست اسلامی هم میخوام درست کنم، حق نداری. اسلام تو به یه جور یا دموکرات باش یا سوسیال باش یا لیبرال باش یا هر چیز دیگه، ببینیم چی میخوای بگی. ولی قاطی کردن نداری. این خیلی خیلی مهمه. سیاست بعد از مذهب جدا بشه در لایسیته، نه حکومت یا به قول میگی نهاد دین از نهاد اون فلان. نه آقا، سیاست از مذهب. در اصل مشروطیت رو که میگفتن آقا که حرفو میزدن که اون فکر بود دیگه، میگفتن سیاست رو بعد از دیانت جدا کرد، قوه سیاسی رو بعد از قوه دینیه جدا کرد، نمیگفتن دولت و مجلس و اینا. و خوب هم میدونستن چی میگن. اینه. آقای دکتر سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید و متشکرم و امیدوارم که در زمانی دیگه و وقت دیگه در خدمت شما باشیم و ادامه بحثی رو هم داشته باشیم. باز هم ممنون و لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون از دعوتتون.